سلام میدم خدمت همه مخاطبین عزیز توانا. خیلی خوشحالم که یک سه‌شنبه دیگه در کنار شما هستم. امیدوارم که برنامه این هفته رو هم دوست داشته باشید. هفته‌ی آخری هست که ما سه‌شنبه در خدمت شما هستیم، همون جوری که قولش رو هفته‌ی قبل دادیم. یکی دو هفته دیگه احتمالاً کم کم کوچ کنیم به کانال تلگرامی همسایه و در اونجا با برنامه های آموزشی بیشتر، با برنامه هایی که ادامه در واقع اون برنامه چیزمون بود، برنامه کارگاهمون بود، اونجا در کنار شما خواهیم بود. در واقع قراره که دوره سوم کارگاه رو به جای اینکه در نرم افزار بیگ مارکر داشته باشیم در کانال تلگرام داشته باشیم که شما هم راحت بتونید دسترسی داشته باشید. دیگه مشکلات قطعی اون ساعت، پایین بودن سرعت اینترنت، درسته که تلگرام فیلتره، اما بالاخره با فیلتر شکن در طول هفته میتونید یه دقایقی رو به تلگرام وصل بشید، برنامه‌های کارگاه رو ببینید، بشنوید و در عین حال با سیستم جدیدی که به تلگرام اضافه شده که قابلیت کامنت گذاشتنه، اونجا در واقع شما کامنت بگذارید اگر سوالی دارید، نظری دارید و هر بحثی دارید. ما منتظر محمد رضا حاج رستم بگلوی عزیز هستیم، مهمان عزیز این هفتمون، از شاعران، داستان نویسان و منتقدان عزیز که متاسفانه به علت مشکلاتی که در ایران براش به وجود اومد چند سال قبل مهاجرت کرده و الان در ترکیه ساکنه. حالا من تا محمد رضا رستم بگلوی عزیز بیاد یه حالا معرفی، البته نیاز به معرفی نداره، یه معرفی کوتاه ازش بگم. محمد رضا حاج رستم بگلوی عزیز متولد 1353 هستش، از شاعران قدیمی در واقع کرج هست. توی اون جلسات کرج ما در خدمتش بودیم و حالا خیلی وقتا میگم اون سالها، سال 76-77 در کنار هم شعر میخونیم و کتاب اولمون رو هم با هم چاپ کردیم، پر از ستاره هم اما، و بعد دو کتاب دیگه بعد از اون چاپ کرده، کتاب های زیرزمینی هستن، دختری با کلکسیون کبریت هایش و واپسین تانگو در مهتاب. در کنار اونها سه تا آلبوم صوتی هم داره، تهران، امونوروز و مونالیزا. این در واقع حالا یه رزومه کوتاهی بود از کارهایی که محمد رضا کرده. امیدوارم وصل بشه و بتونیم حالا سوالای تخصصی و بهتر رو در خدمت خودش باشیم. اگر خب متاسفانه محمد رضا عزیز بس نشد، من قول میدم به مخاطبان عزیز توانا که ما در سری برنامه‌های کارگاه که اونجا دیگه حالا به صورت آفلاین خواهد بود، در اونجا حتما حتما حتما، حالا محمد رضا خودش هم هست، من این قول رو اینجا ازش میگیرم که ما یک مصاحبه آفلاین ازش بگیریم، یک مصاحبه در واقع سوال‌ها رو در واقع به صورت آفلاین براش بفرستیم، پاسخ بده، اونو تدوین کنیم و به صورت فایل ویدئویی یا صوتی در کانال تلگرام کارگاه همسایه که زیر نظر تواناست قرار بدیم. فکر کنم این الان بهترین راهه. حالا اگر که مشکل تا هفته بعد برطرف شد، که حالا هفته بعد به عنوان مهمان در خدمتش خواهیم بود، وگرنه که به صورت آفلاین حتما در خدمتش خواهیم بود. مرسی از شما و دوستان. حالا من کامنت ها رو مجبورم قطع کنم. برای این هفته میگم سوالای زیادی داشتیم از محمد رضا عزیز بپرسیم، در مورد حالا علت های رکود شعر جوان، در مورد شعر اجتماعی، شعر متعهد، در مورد مشکلاتی که در چاپ کتاب در ایران داشته، خیلی مسائل مختلف. امیدوارم حالا در هفته‌های بعد در خدمتش باشیم و این سوالا رو مطرح کنیم. اما کتاب‌هایی که می‌خوایم این هفته، حالا میگم زمانی، حالا میگم سریع بریم سراغ اصل مطلب، معرفی کتاب‌ها، امیدوارم این مشکلات حل بشه و محمدرضا دوباره در کنارمون داشته باشیم. دو تا کتاب امروز می‌خوام معرفی کنم. یک کتاب بی‌ضمیر، کتابی از سمیرا مرحبا که نشر 8 منتشر کرده. کتاب سال 1397 منتشر شده اما در بازار هنوز چاپ اولش هست. تیراژش 500 نسخه بوده و 171 صفحه است، یعنی تقریبا کتاب حجیمیه به نسبت کتاب شعرهای لاغری که امروزه در بازار نشر کتاب دیده میشن.
کتاب شامل 100 شعر آزاده، تقریبا حجم بالایی از شعر در مورد سمیرا مرحبا، اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، متولد 1366 هستش، متولد شهر تبریز و کارشناسی گرافیک خونده و تقریبا مثل همه اکثر دوستان شاعری که معرفی میکنیم در رشته ادبیات تحصیل نکرده. در مورد کتاب اگر بخوام صحبت کنم، حالا دوست دارم که لذت خوندن این کتاب ها رو به شما واگذار کنم و خیلی با صحبت هام میگم اون لذت خوندن کتاب رو از بین نبرم، اما برای ورودی، برای یک حالا نگاه کلی که نسبت به کتاب بخواید داشته باشید، چیزی که در اولین قدم در کتاب مشهوده تصویرسازی های قویه که در کتاب وجود داره. یعنی کتاب سرشار تصویره، تصویرهایی که حالا از طبیعت، از اطراف شاعر، بعضی موقع تصاویر ذهنی هست، ولی تصویرسازی و ایماجیسم چیزیه که اولویت اول این شاعره، به نظر من، حداقل به نظر من مخاطب. نوع این طبیعت گرایی در بعضی از اشعار ما رو حالا به یاد اشعار ژاپنی و مثلا شرق آسیا میندازه که به نظر من حالا در بعضی جاها هم ممکنه چون از این تصویر سازی ها اکثرا از جنس ترکیب سازی و حالا چسباندن چند کلمه به هم و ایجاد ترکیبه، ما رو به یاد شعر سهراب سپهری میندازه، اما نه اینکه بگیم حالا شعرها تقلیدی هستن یا تکرار هستن. البته که مثلا در بعضی از جاها هم این نوع در واقع تصویرها که جاهایی ما رو مثلا به سمت شعر حجم، شعر دهه 40، کارهایی که تجربه هایی که یدالله رویایی و بسیاری بزرگان اون دوره کردن میبره، اما به نظر من نقدی که بیش از همه به کتاب وارده همین نقطه قوت کتابه. یعنی این نقطه قوت کتاب که تصویر سازی های قوی کتاب بوده، به نوعی با ترکیب سازی های بیش از حد، با ترکیب سازی هایی که تقریبا در اکثر سطرها دیده میشه در جاهایی که تا لزوم نداشته، باعث شده که همونجور که در جلسه های قبل گفتم که از ترکیب سازی بی مورد، ترکیب سازی بیش از حد، میزان ترکیب سازی بالا در کارهاتون و تتابع اضافات پرهیز کنید. مثالش هم زدم، احمد عزیزی در مثنوی سرایی رو مثال زدم که اومد با ترکیب سازی هاش و اون در واقع مثنوی هاش شاید یک مدتی هم تونست مطرح باشه، اما نتونست هیچ وقت خودش رو به عنوان یک شاعر درجه یک مطرح کنه. چرا؟ چون در واقع این ترکیب سازی ظاهر پیچیده‌ای میده به شعر، اما در این حال مخاطب رو گیج میکنه. به جای اینکه عمق در محتوای شعر اتفاق میفته، در سطح شعر اتفاق میفته و مخاطب سعی میکنه این 5 تا کلمه که با کسره به هم چسبیدن رو توی ذهنش به هم مربوط کنه، و وقتی که از یک تکنیک یک بار، دو بار، سه بار، 5 بار استفاده میشه، دفعه ششم لذت بخش نیست. و من پیشنهاد میکنم به سمیرا مرحبا که از تکنیک های مختلف در شعرش استفاده کنه و ترکیب سازی رو اولا تا جای ممکن سعی کنه از نمادها و استعاره ها به جای اضافه های تشبیهی و ترکیب سازی استفاده کنه، و دوم غیر از این مسئله سعی کنه که از تکنیک های مختلف در ترکیب با هم استفاده کنه، نه اینکه تقریبا در نصف سطر های کتاب ما شاهد ترکیب سازی باشیم اونجوری که مثلا در صدای پای آب شعر سهراب بودیم که اون زمان 30 سال قبل بوده، 40 سال قبل بوده و شاید بیشتر از 40 سال قبل، 50 سال قبل بوده. شاید طبیعی بوده این تجربه ها، اما امروزه آیا ما اون تجربه ها رو میپسندیم؟ آیا نباید از اون دوره رد شده باشیم؟ خب بحثش مفصله و من به خود سمیرای عزیز واگذار میکنم. نکته دیگه کتاب که میتونه هم نقطه قوت باشه و هم نقطه ضعف، کمبود فعلیه که در کتاب دیده میشه.
ببینید کمبود فعل در شاید در ظاهر خب اتفاق خوبی باشه، یعنی که شاعر از زبان نسل‌گونه، از زبان داستان نویسی فاصله گرفته، سعی میکنه با تصویر و با زبان شعر آزاد جلو بره. اما وقتی که فعل ها بیش از حد کم بشن، گاهی دیگه ما احساس میکنیم با یک شعر منسجم روبرو نیستیم، بلکه با یک سری تصویر 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 روبرو هستیم که اون انسجام روایی خودشون رو از دست میدن. گاهی زبان دچار مشکل میشه، یعنی چون ما فعل نداریم در اکثر سطرها، تقریبا تمام سطرها نحو صحیح جمله به هم میریزه. من نمیگم که این یه الگو میتونه برای همیشه شما باشه، نه ممکنه یه شعر باشه که لازم باشه اصلا هیچ فعلی به کار نره، ولی وقتی در یه مجموعه 100 شعره در 90% موارد این الگو رو شاهد هستم، اون وقت که میتونم نقد کنم و بگم که کاش که سمیرا دچار افراط و تفرید نشه، نه مثل خیلی از شاعرها که زبانشون به نثر و داستان نویسی شبیه میشه، نه مثل در واقع اینجور شعرها که تصویر 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 و گاهی اون رشته عمودی کار از بین میره. یه نکته دیگه که میتونم بهش اشاره کنم اینه که در خیلی از جاها، ببین من با زبان کهن مشکل ندارم، من خیلی از دوستان اتفاقا میگن مهدی موسوی خیلی از کلمات کهن رو در شعراش به کار میبره، اما این زبان کهن باید یک دلیلی داشته باشه، یعنی مثلا یک راوی در شعر باشه که از قرن پنجم بیاد، یا نه تو مثلا یه لوکیشنی داری که این لوکیشن اصلا مربوط به زمان حال نیست. ولی اگر مثال میزنم، مثال فرضیه، مثلا یک نمیدونم آدمی از ماشین پرشش پیاده بشه، بعد مثلا موبایلش رو دستش بگیره، بعد تلفن صحبت کنه، بعد به زبان قرن پنجم صحبت کنه، اینجا این دوگانگی یکم اذیت میکنه و تو باید در شعرت یک دلیل محکمی داشته باشی که چرا انسان امروز داره با زبان گذشتگان صحبت میکنه. من در بعضی از شعرهای این کتاب با انسانهای معاصر روبرو بودم که اما در واقع نحو زبانی نحو کهن بود، کلماتی مثل خفتن، هراسیدن و به نظر من حالا دلیلی نمیتونستم توش پیدا کنم، دلیلی که در داخل متن باشه. یه نکته که در انتهای صحبتم راجع به کتاب بیزمیر حتما لازمه بگم که این کتاب، کتاب اول خانم مرحبای عزیز هست، طبیعتا کتاب اول یه سکوی پرتابیه برای کتابهای بعدی، برای کتابهای موفق بعدی و مطمئنن با میگم اون میزان قدرت تصویرسازی، احساسات قوی و فضایی که شعراش داره و مشخص شعر رو میخونه و میشناسه، در کتابهای بعدی میتونه از این قویتر، محکمتر و مستحکمتر هم عمل کنه. خب کتاب بعدی که بخوام معرفی کنم کتاب جدیدتری هست، کتابی که تقریبا همین روزها به بازار اومده به نام تلویزیون یا تیوی، کتابی هست از شاعر قدیمی استان گلستان مرتضی شاهینیا، گرچه الان خیلی هم سنش بالا نیست، متولد 1360، اما تجربه خب شاعریش تقریبا میگم حدود 2 دهه میشه. من از سال 1379 مرتضی رو میشناسم، مرتضی از شاعرایی بود که در همون انتهای دهه 70 در شهر گرگان و بعدا در شهر مشهد شعرهای خوبی میگفت، تاثیرگذار بود و کارهای خوبی ارائه داده بود. کارهاش بیشتر شعر آزاده و اگر من بی‌تعارف بخوام بیشتر اونا رو میخوام میتونم تحت شعر آزاد پست مدرن طبقه بندی کنم، هرچند که واقعا وقتی شما کتاب رو بخونید متوجه میشید که شعرهای مرتضی شاهینیا از هر نوع جریان، قاعده، قالب فرار میکنه، یعنی به هیچ قالبی، حتی به همون قالب شعر آزاد تن نمیده و علیه شورش میکنه. اما با توجه به ظرفیت های زبانی، با توجه به محتوای کار، مخصوصا محتوای کار و اون کلاژ گونگی که در اثر دیده میشه، بحث وانمودها در اثر، من این کتاب رو یک کتاب پست مدرن میدونم. پست مدرن نه به معنی ارزش، نه به معنی ضد ارزش، به عنوان ویژگی.
در مورد مرتضی شاهینی اگه بخوام بگم، متولد 1360 و یه کتاب هم سال 1384 داشت که متاسفانه مجوز نگرفت. یه کتاب در سال 1394 با نشر نیماژ منتشر کرده به نام مورچه سیاه در کاخ سفید، و این مجموعه مجموعه جدیدشه که متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه باز هم مجوز نگرفته. و ولی شما میتونید در واقع این کتاب رو از طریق پیج خود مرتضی شاهینیا در اینستاگرام تهیه کنید، بهش مسیج بزنید، اون کتاب رو براتون پست میکنه، میفرسته، و بالاخره این شبکه‌های اجتماعی باید یه راهی باشه برای دور زدن نه تحریم ها، بلکه تحریم هایی که ما هنرمندا رو کردن، تحریم هایی که روشنفکرای جامعه ما شدن، که شاید مهمترین تحریم هایی که ما این روزا میبینیم که 40 سال هم هست ادامه داره. خب اگر در مورد فرم کتاب بخوام بگم، کتاب 86 صفحه است، خیلی شباهت داره به تلویزیون، یعنی فرم سعی شده شبیه برنامه های یک تلویزیون باشه که پخش میشه، و داخل کتاب ما خودمون ارجاعاتی داریم به خود کتاب، یعنی میاد از خود کتاب تلویزیون نقل قولهایی در کتاب میشه که خیلی میگم یکی از کارهای پست مدرن کتابه، به اثر به مثابه یک اثر بیرونی نگاه میکنه و به مرتضی شاهینیا حتی در بعضی از اشعار به عنوان یک عنصر بیرونی، یک شخصیت بیرونی که مؤلف نیست نگاه میشه. حالا من سطرها رو نمیخونم، پیشنهاد میکنم خودتون کتاب رو بخونید و در لذت شریک بشید. کتاب از چند تا شعر در ابتدا تشکیل شده، شعری در ابتدا که خطاب به مرلین مونرو، و بعدا یک شعری، حالا چند شعر دیگه هست، شعری تقدیم به لیلیا هست، و بعد یک شعر بلند 7 فصلی هست که هر فصلش حالا میتونه یه شعر مستقل هم محسوب بشه. اولین چیزی که در کتاب به نظر شما میاد و شما را احتمالاً گیج خواهد کرد، نوع تقطیع خاص کتابه. تقطیعی که الان مرسومه در شعر سپید، این در شعر آزاد، حالا به غلط مصطلح شعر سپید، اینه که ما در هر جایی که نفس کم بیاریم، هر جایی که بخوایم سکون داشته باشیم، هر جایی که یه مکس نیم مکسی بخوایم داشته باشیم، ما یه اینترن میزنیم و میریم سطر بعد. یعنی مثلا من میگم من بچه ای را میشناسم، اینتر، که روزها به خیابان میرود، اینتر، و میدونی، یعنی به جای هر مکس هم یه اینتر میزنی. اما مرتضی شاهینیا وقتی که کتاب رو شما میخونید، یا به این قاعده تن نداده، یعنی اومده هر جا هم که مکس بوده اینتر نزده و خواسته شعر دنبال هم نوشته بشه در بعضی از اشعار، یا اینکه نه اصلا میخواسته مکسی صورت نگیره در اون اشعار، یعنی یه دفعه میخواسته 6 سطر پیاپی مثل داستان پشت سر هم خونده بشه. هرچند که اصلا به نظر من در این کتاب، حالا به عنوان نکته مثبت یا منفی من تلقی نمی کنم، ویژگی تلقی می کنم، فاصله بین نمایشنامه، داستان و شعر از بین رفته، یعنی در بعضی از، یعنی با وجودی که این کتاب ادعای مجموعه شعر بودن میکنه، من لحاظ من حداقل بعضی از سطرهای این مجموعه داستان هستن، حالا داستان شاعرانه هستن، و این در واقع التقاط ژانرها در این کتاب اتفاق افتاده. میگم بازم این نظر منه و ممکن نظر منتقدهای دیگه متفاوت باشه. یه نکته که میتونم در مورد کتاب بگم، فضا و زبان مدرن کاره. ببینید کتاب در نقد تلویزیونه، تلویزیون نماده، کتاب در نقد میدیاست، در نقد رسانه هاست، در نقد وانمود رسانه هاست، و اگر میخواین کتاب رو بخونید و درک صحیح از کتاب داشته باشید، پیشنهاد میکنم قبل از خوندن کتاب حتماً بودریار و نظریات بودریار پیرامون رسانه ها رو بخونید، چون کتاب به نظر من حداقل، میگم با اون تعبیری و تأویلی که من از اثر داشتم، ارجاعات بسیار زیادی به نظریات بودریاری پیرامون رسانه ها داره، هرچند بعضی موقع هم
شامل نظریات اجتماعی خود در واقع مرتضی شاهینی است بدون هیچ ارجاعی به جای دیگه. ولی کلا کتاب سرشار از میان متنه، یعنی سرشار از ارجاع به اتفاقهای مختلف تاریخی، سرشار از ارجاع به آدمها، به میگم به حوادث بیرونی، به شخصیتها، مکانها و خیلی چیزهای دیگه. و نمیشه این کتاب رو به عنوان یک متنی که در تکست خلاصه میشه و یک متن بسته است اصلا بررسی کرد. و این میان متنها میان وارد اثر، نقش خودشون رو ایفا میکنن و از اثر خارج میشن. و میگم باید شما وقتی این کتاب رو میخونید، به نظر من اگر مطالعاتتون خیلی بالا نیست، یک شاید دستگاه سرچ هم در کنارتون باشه، گوگل هم در کنارتون باشه و بخونید و خیلی چیزا باعث میشه که شما لایه های جدیدی از اثر رو کشف کنید. اما در مورد بازی های زبانی اثر اگه بخوام صحبت کنم، در جلسه قبل درباره کتاب محسن مرادی عزیز صحبت کردیم که کار زبانگرا بود. این کتاب، کتاب تلویزیون، با وجودی که یک کتاب پست مدرنه، اما یک کتاب زبانگرا نیست. ببینید، من خیلی وقتا میگم پست مدرن، خیلی وقتا میگم زبانگرا، چون یکی از ویژگی های کارهای پست مدرن توجه به مقوله زبان و کشف های زبانیه. اما کارهایی که ما بهشون میگیم کارهای زبانگرا، یعنی محوریت کار بر روی مسئله زبان هست. اما کارهایی هستند مثل کار در واقع مرتضی شاهینی‌های عزیز که به واسطه تکنیک ها و به واسطه محتوای کار، کار پست مدرنی هستند و بازی های زبانی هم دارن. اما این بازی های زبانی خیلی ملوان، خیلی حل شده در کار هستند و از کار خیلی در کار به چشم نمیان. مثلا شما میبینید که از ظرفیت های زبان در این کتاب خیلی استفاده شده، خیلی بازی های زبانی شده، ولی وقتی شما میخونید با متنی روبرو هستید که خیلی راحت جلو میره، حتی خیلی وقتا متوجه بازی های زبانی نمیشید. این نه نکته منفی و باز نه نکته مثبت، اینا هی تاکید میکنم ویژگی این آثار هستش، به خاطر اینکه در واقع ویژگی پست مدرن این کار روی فرم هست، در واقع کار مرتضی شاهینی و همچنین روی محتوا. نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد کار اینه که شاید تنها نقدی که من بر کتاب داشتم این بود که در یک سری از اشعار کتاب یک در واقع میگم نماد مشترک وجود داشت، یک المان مشترک وجود داشت به نام آقای رئیس جمهور. این آقای رئیس جمهور در بسیاری از شعرهای کتاب مثل یک نخ نامرئی شعرها رو به هم وصل میکنه. اما من یه نقدی دارم. من میگم از اون فرم بیرونی که به عنوان تلویزیون انتخاب شده، اون زبان هجوآلودی که در واقع برای فضای تلویزیون انتخاب شده و اون در واقع فرمی که میگم شعرها مثل برنامه‌های تلویزیون دارن خودشون رو به مخاطب ارائه میدن، این آقای رئیس جمهور جاهای بیرون میزنه. یعنی آدم احساس میکنه که این آقای رئیس جمهورها با وجود تلویزیون در خیلی از اونها هم حضور فعال داره، رسانه در خیلی از اونها حضور فعال داره، میتونستن یک مجموعه جداگانه ای بشن و من اون کارها رو احساس میکنم که با یک کمی هوشمندی و وصل پینه در این کتاب جا داده شدن. حالا درسته ممکنه الان مرتضی بگه نه من دقیقا اون شعرها رو برای این کتاب گفتم و برای ویژگی این کتاب، اما میگم اون شعرها حتی اگر برای این کتاب هم گفته شدن، شعرهایی که درباره آقای رئیس جمهور اونها رو به هم وصل میکنه، خودشون تونستن به یه استقلال در دل متن برسن که حالا از فرم بیرون میزنن و نیاز به نظر من به یک مجموعه مجزا دارن. باز هم نظر منه و من میگم در کل مجموعه رو خیلی دوست داشتم، یکی از مجموعه‌ای بود که مجموعه خوبی بود که این روزها خوندم و توصیه میکنم به همه دوستان تهیه کنن. کلا میگم کتاب هایی که در این برنامه من معرفی میکنم کتاب هایی هستن توصیه برای خریدن، تهیه شدن و خونده شدن و مطمئنا اگه کتاب بد باشه اینجا من سعی میکنم اصلا دربارهش صحبت نکنم.
خب ما امروز میگم قرار بود که نیم ساعت برنامه رو در خدمت دوست بزرگوارم محمد رضا حاج رستم بگلو باشیم. متاسفانه حالا سعادت نداشتیم، مشکلات اینترنت، مشکلاتی که میگم حالا برای اینستاگرام ایجاد شده، فیلترینگ هایی که وجود داره خود اینستاگرام، میگم حالا ریپورت هایی که انجام میشه خیلی وقتا مشکلات ایجاد میکنه. بالاخره اینترنت هست، ما تو الان نروژ هستم، با خواهرم در هلند صحبت میکنم، خیلی وقتا به مشکل برمیخوریم، یعنی فقط هم مسئله جمهوری اسلامی نیست. به خاطر همین نتونستیم و امروز یه نیم ساعتی وقت اضافی آوردیم. حالا این نیم ساعت وقت اضافی رو من یه برنامه براش دارم، اینکه دو سه تا کتابی که در واقع چاپ شدن من در کتابخونه خودم داشتم برای شما نشون میدم، معرفی میکنم و بعد از اون هم در واقع میگم کامنت ها رو باز میکنم و در خدمت شما هستم. یه لحظه، من کامنت ها رو باز میکنم و به سوالات شما پاسخگو هستم که حالا بالاخره یه جورهایی این وقت رو به خوبی پر کنیم. کتاب اولی که میخوام معرفی کنم این کتاب هست، کتاب تا آزادی، نوشته شیرین عبادی، تنها ایرانی که تونسته برنده جایزه نوبل بشه. ایشون برنده جایزه صلح نوبل شده، یکی از فعالین صلح و فعالین آزادی ایران هست، در سالهای اخیر خیلی فعالیت کرده برای آزادی ایران، برای آزادی زندانی های سیاسی. متاسفانه در سالهای اخیر فعالیتش زیاد به چشم نمیاد به دو جهت. اولا به این جهت که به علت فشارهای زیادی که روی ایشون هست از جانب جمهوری اسلامی، ایشون تصمیم گرفته که بیشتر در واقع روی رسانه های خارجی، روی لابی های خارجی کار کنه و با اونها مصاحبه کنه، با اونها برنامه داشته باشه که بتونه یه کاری کنه، بتونه یه فشاری به جمهوری اسلامی بیاره و یه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. و چون مصاحبه های زیادی با رسانه های حالا میگم فارسی زبان نداشته، بعضی ها فکر کردن که از عدم فعالیت ایشونه و این گونه نبوده واقعا. بخش دوم قضیه اینه که خب شیرین عبادی در سالهای اخیر یه مقدار نظریات تندتری پیدا کرده، نظریاتی پیدا کرده که علیه جمهوری اسلامی، نظریات خیلی سرسختانه تریه برای از بین رفتن کامل جمهوری اسلامی و آزادی مردم. و خب طبیعتاً خیلی از کسایی که حالا به مماشات مخالف جمهوری اسلامی هستن اما به مماشات با اون نظام هم اعتقاد دارن، خب اینو بر نمیتابن و سعی میکنن تو رسانه هاشون علیه شیرین عبادی موضع بگیرن یا تخریبش کنن، حتی با خبرهای دروغین. این کتاب تا آزادی کتابیه که میگم چاپ شده، آقای جناب مافان در کشور سوئد چاپش کرده با نشر باران، اما خوشبختانه لطف کردن و پی دی اف رایگان این کتاب رو در اینترنت برای ایرانیان عزیز قرار دادن. وقتی این کتاب رو بخونید شگفت زده میشید، چون این کتاب چند سال قبل نوشته شده و این ترجمه فارسیش سالها قبل و به زبانهای زیادی هم ترجمه شده و شما شگفت زده میشید که در این کتاب ما با پرستوها روبرو هستیم. مقوله‌ای که امروزه شاید مقوله روز بحث‌های ما هست، مقوله‌ای که ما خیلی دربارش داریم صحبت می‌کنیم، بعضی در دفاع ازش، بعضی در حمله بهش و نظرهای متفاوتی با اتفاقات جدیدی که در کشور رخ داده پیش اومده. اما این کتاب سالها پیش میاد این حجاب رو میزنه کنار و از پرستویی صحبت می‌کنه که با همسر خانم شیرین عبادی وارد رابطه میشه برای اینکه خانم عبادی رو تحت فشار قرار بدن و مجبورش کنن به خیلی چیزها تن بده، که خب من دیگه حالا ماجرا رو نمیگم. پیشنهاد میکنم این کتابی که پر از بغض، واقعا پر از بغض و تلخیه رو خودتون بخونید و لذت ببرید. کتاب بعدی که من در کتابخونه خودم دارم کتاب تبر هست، کتاب مجموعه آخر فاطمه اقتصادی که نشر سایه ها به چاپ رسونده. این کتاب هم در خارج از کشور میگم به توسط آمازون به فروش میرسه، دوستانی که در خارج از کشور هستن،
و در ایران هم که اکثر دستفروش های کتاب دارنش و خود خانم اختصاری لطف کردن و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم PDF رایگان این کتاب رو در سایت شخصی خودشون و در کانال تلگرام خودشون قرار دادن برای دانلود. این مجموعه داستان هم اگر اشتباه نکنم شامل 3 6 9 3 6 9 12 17 داستان کوتاه هستش. داستانهایی بسیار خواندنی، داستانهایی که چند تا از اون داستانها رو من به عنوان داستانهای کوتاه خوب این دهه میتونم نامگذاری کنم. من چیزی که در این کتاب دیده میشه نسبت به مجموعه داستان قبلی خانم اختصاری که جای خالیش در اون کتاب دیده میشد، اون نگاه هجوآلودیه که به جهان دارن. یعنی کتاب قبلی فاطمه اختصاری داستانهای قوی بود، اما یک نگاه بسیار خشکی و اون تلخی ها داشت که میشد اون رو در به عنوان ادبیات مدرن قرار داد. اما به نظر من فاطمه اختصاری در سالهای اخیر از اون فضا عبور کرده و یک زبان تنازانه، نه حالا بگم تنازانه ای که شبیه بوکوفسکیه که طنزش یه مدار روتره، نگاه تنازانه ای که شبیه طنزهای بارتلمیه اگر بشناسی، نویسنده پست مدرن آمریکایی، من رو یاد اون میندازه. اون نگاه تنازانه و اون موقعیت های تنازانه که شما نمیخندونه اما چیزی در جای طبیعی خودش قرار نگرفته، ویژگی منحصر به فرد این کتاب هست. به نظر من میخواستم یه مقاله بنویسم درباره این کتاب، هنوز متاسفانه فرصت نکردم، به نام امر غائب، یعنی در واقع مسئله‌ای که وجود نداره. اون مسئله‌ای که وجود نداره، اون چیزی که نیست، حالا اون امر غائب میتونه هر چیزی باشه، میتونه وطن باشه که امر غائبه، میتونه یه انسانی باشه که گم شده، میتونه هر چیزی باشه. نمیخوام حالا باز کنم داستانها رو و تأویلهای خودم رو به داستانها حکم فرما کنم، اما در تمام داستانها دیده میشه ما در تمام داستانها با یک امر غائب روبرو هستیم که این داستانها، حالا بحث فلسفی که راجبش دارم رو خواهم نوشت. نکته مثلا جالب این داستانها اینه، ما در این کتاب از داستان رئال، یه داستان رئال در واقع خطی جذاب داریم، تا داستانهای سورئال مثل خود داستان تبر داریم، تا داستانهای پست مدرن داریم، تا ورود مؤلف در متن و خیلی مسائل دیگه، و یک نوع تنوعی در اثر وجود داره که فکر میکنم شما رو جذب بکنه. حتی بهتون وعده میدم که ضربه پایانی هم در داستانها داریم و غافلگیری که شما رو جذب خواهد کرد. خب حالا بریم سراغ کتاب بعدی. کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم مقالات شمس هستش. مقالات شمس خب احتمالا همتون میشناسید، اون دوستانی که در زمینه عرفان شرقی مطالعه کردن، در زمینه عرفان اسلامی هم مطالعه کردن، میدونن یکی از بزرگان عرفان اسلامی، حالا کلا ما چندین چهره داریم، یکیش شمسه. شمسی که بخشی از تلألؤ وجودش تونست مولانا رو به خودش بیاره و مولانایی بکنه که ما امروز میشناسیم. مقالات شمسی که در واقع در این مجموعه، حالا نشر مرکز، یکی نشرهای خوب در واقع فارسی زبان در داخل ایران منتشر کرده، با ویرایش جعفر مدرس صادقیه. من کتاب کامل مقالات شمس رو خوندم و حالا اون کتاب اصلی و کتاب جعفر مدرس صادقی و ویرایش اون رو هم خوندم. من بهتون خیلی مؤکد میگم ویرایش جناب جعفر مدرس صادقی که خودشونم از نویسنده های به نام و خوب امروز ما هستن، احتمالا کتاب گاوخونی ایشون و فیلمی که بر اساس رمان ایشون ساخته شده دیدیم، ویرایشگر خوبی هم هستن و من این ویرایش رو میپسندم، هرچند نقد هایی هم ممکنه حالا بزرگان بهش داشته باشن. این سه تا کتاب رو هم خدمتتون معرفی کردم، کتاب هایی برای خوندن، کتاب هایی بود که من در کتاب خونم داشتم و دوست داشتم شما هم بخونید. البته که دوستان وقتی من کتابی رو معرفی میکنم
نه 100% با عقایدش موافقم، نه 100% با متنش موافقم. من هم طبیعتا نقدهایی به کتاب دارم، اما در کلیت کتاب اون کتاب را قابل توصیه میدونم. وگرنه یعنی من هم ممکنه با یه نگاه انسان قرن 21 نه انسان قرن از قرن 21 میلادی، حالا یه مدار چون میلادی و قمری و مقایسه کردن زیاد درست نیست، حالا با یک انسان مثلا قرن 6 قمری مثل شمس ممکنه نقدهایی داشته باشم به نگاهش. مثلا با اون وقتی مطالعه میکنم کارهای شمس رو، اون رو فاقد مثلا نگاه برابر به زن و مرد ببینم و یک نوع در واقع نگاه نابرابر جنسیتی در کارها حس بکنم. یا ما در ادبیات کهن داشتیم، یعنی شما میبینید که نگاه مثلا حتی بزرگترین شاعران و نویسنده های ما ممکنه به مسائلی مثل همجنسگرایی، زنان، قومیت ها، خیلی مسائل با نگاهی که ما امروزه داریم متفاوت باشه و ما اون نگاه رو تایید نکنیم. اما دلیل نمیشه، چون اونها در اون زمان خودشون با پیشرفت علم و پیشرفت تفکر در زمان خودشون پیشرو بودن، خوب بودن، جلو بودن. ما با در واقع علم امروز نقد میکنیم اونها رو، اما رد نمیکنیم اونها رو. یعنی اینکه مثلا بزرگی مثل ارسطو به عناصر اربعه آب، باد، خاک، آتش معتقده که امروز ما میدونیم خنده داره و ما به چیزی به نام مولکول و اتم معتقدیم، از جایگاه ارسطو در فلسفه و علم و حکمت کم نمیکنه. یعنی باید فرد رو در زمان خودش بررسی کرد و با دانش اون زمان، با مردم اون زمان و بسیاری این مسائل دیگه. خب من صحبتام تموم شده، من در واقع کامنت ها رو باز میکنم، اگر صحبتی هست، سوالی هست در خدمتون هستم، وگرنه از خدمتتون مرخص خواهم شد. گفتن کتابی در رابطه با نقد هنری و ادبی معرفی کنید. ببینید من کتابی که میخوام در مورد نقد ادبی معرفی کنم این کتاب رنولک هست، کتاب در واقع کتاب نقد ادبی در واقع رنولک، چندین جلده که به نقد جدید میپردازه، ولی خب یه مقدار ممکنه دشوار باشه برای کسایی که یه مقدار اول راهن، برای کسایی که خیلی حرفه‌ای نیستن. اما پیشنهاد میکنم اون کتاب رو بخونید. خود اون کتاب میتونه شما رو به خیلی کتاب‌های دیگه رفرنس بده که اون کتاب‌ها در واقع بتونه شما رو کمک کنه برای اطلاعات بیشتر، برای آموزش بیشتر. خب من سوال بعدی رو پیدا کنم. گفتن چرا شعرهای معاصر ایران هنوز جایگاهی در دنیا پیدا نکردن؟ ببینید یکی از مشکلات اینکه ما شعرهای ایرانی و شاعران ایرانی این مسئله ترجمه است. ببینید شعر ایرانی ترجمه نمیشه و اگر هم ترجمه بشه در 70% 60% شعر از بین میره. زبان فارسی هم زبانی که فقط در ایران، افغانستان، تاجیکستان و در بخش کوچیکی از هند، حالا در بخش خیلی محدودی از هند فهمیده میشه. فرق داره با در واقع فرق داره با فرض میکنیم کجا فرق، مثلا با زبان عربی که در بسیاری از کشورهای دنیا یا زبان اصلیه یا زبانیه که فهم میشه، فرق داره. یا نکته دیگه مثلا فرق داره با زبان انگلیسی که تقریبا در همه جای دنیا درکش میکنن، یا زبان فرانسه که در کلی کشورهای آفریقایی، در اروپا، در کانادا درک میشه. و بعد وقتی شعرهای ما ترجمه میشه، خود من به طور مثال بخش اعظم زیبایی کار از بین میره، چون اصلا بازی های زبانی کار قابل ترجمه نیست. و دوم این که قسمت هایی که از ویژگی های بومی کار استفاده شده قابل ترجمه نیست. مثال میزنم، مثلا شما میبینید که شعری مثل شعری که شما خیلیاتون دوستش دارید، خسته از انقلاب و آزادی فندکی در می آوری، شاید 18 تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد.
این رو چجور میخواد مترجم ترجمه کنه؟ نه انقلاب رو میشه تمام معانیش رو، اون معنی مکان رو، معنی حالا خود کلمه رو همه رو منتقل کرد، نه آزادی رو. بعد تازه اگر انقلاب و آزادی رو بگی دوتا میدان در تهران هستن، اون پیشینه میدان انقلاب و آزادی رو نمیشه منتقل کرد. نمیشه سیگار بهمن رو و جایگاهی که در مثلا حالا روشنفکری ما داره منتقل کرد، نه در واقع میشه اون در واقع بهمن، ماه بهمن که ارجاع داره رو منتقل کرد، تیر و 18 تیر و حالا سیگار تیر، این که حالا سیگار تیر و بهمن در ایران چه نزدیکی با هم دارن اصلا نمیشه واقعا. و این وضعیت باعث میشه که شعر ترجمه پذیریش خیلی سخت باشه. اینم از یکی از ساده ترین شعرها مثال زدم. مشکل دیگه ای که وجود داره مشکل کپی رایته. ببینید دوستان، ما در ایران جز قانون کپی رایت نیستیم، پس شاعران ایرانی و کتاب هایی که در ایران چاپ میشن در هیچ کدوم از جشنواره های جهانی نمیتونن شرکت کنن. خود این مسئله بچه های ایرانی رو باز یک قدم عقبتر نگه میداره. بخش های دیگه هم هستن، چیزهای دیگه هم مطرحه. مثلا میشه به مسائلی مثل عدم لابی های مناسب میگم اشاره کرد، عدم ارتباط خوب حکومت ما، وزارت ارشاد ما، جاهای فرهنگی ما با جشنواره های مختلف فرهنگی در جهان اشاره کرد و خیلی از مشکلات دیگه که حالا جای گفتنش اینجا نیست. خب سوال آخر جواب میدم و از خدمتون مرخص میشم. گفتن که دکتر جان نسخه PDF کتاب به روش سامورایی چه زمانی منتشر میشه؟ البته که حالا من معمولا در مورد خودم اصلا صحبت نمی کنم در این جلسات، ولی حالا چون این سوال در مورد کتابه من در خدمتون هستم. ببینید کتاب جدید من به روش سامورایی تا یکی دو روز دیگه PDFش به صورت رایگان در پخش میشه. من در سایت خودم، در کانال تلگرام خودم و فکر میکنم اکثر کانال های مطرح، سایت های مطرح کتاب اون رو بذارن یا فردا یا پس فردا به صورت رایگان برای همه جای شما. و نکته ای که وجود داره، سوالای بعدی هم جواب میدم، لطفا فقط گوش بدید اینو که من تموم کنم صحبتمو. نکته ای که هستش اینه که در واقع این کتابی که پخش میشه هر گونه تکثیرش، هر گونه پرینت گرفتنش، هر گونه چاپ کردنش آزاد هستش. هر گونه فروشش من هیچ سهمی در فروشش ندارم، به منم هیچ ارتباطی نداره، اما هر کسی که کتاب رو پرینت بگیره برای دوستاش بفروشه پولش برای خودش هست. و من هدفم اصلا مسائل مالی نیست، فقط و فقط یک چیزه و اون رسوندن شعر و ادبیاتم به شما و اون وظیفه هنری و ادبی که بر دوش من سنگینی میکنه. مگه من چقدر فرصت دارم برای زندگی کردن که بخوام به خاطر پول مثلا بگم برای خارج از کشور چاپ میکنم و PDFش رو برای مردم ایران به رایگان نمیگذارم. اما من خبری که دارم، بچه ها امروز گفتن در واقع یه سری از پیج های اینستاگرامی که کتاب ها رو در واقع چاپی و میفروشن، نایاب رو تهیه میکنن، مثل که به بعضی از دوستان قول دادن که کتاب رو براشون از روی همون PDF در یک روزه در واقع چاپ میکنن به صورت کاملا با کیفیت و ارائه میدن. من این پیج ها رو نه تایید میکنم نه تکذیب، اما میدونم کتاب های قبلی من رو هم چاپ کردن، به دست دوستان رسوندن و پیج های خوبی هستن، اما هیچ کدومش نه پیج منه نه حتی مدیرانش رو میشناستم و هر گونه ادعایی هم رد میکنم که اگه بگن مثلا ما زیر نظر دکتر موسوی عمل میکنیم. نکته بعدی هم که میتونم بگم اینه که دست فروش های کتاب هم امروز مثل که بعضی دوستان قول داده بودن که کتاب رو در واقع تا فردا براشون میارن. حالا من نمیدونم، از احتمالاً از آمازون میگیرن یا از گوگل پلی، چون الان در گوگل پلی قرار گرفته کتاب، از گوگل پلی تهیه کردن و بعد مثلا چاپ کردن، نمیدونم دقیقاً، ولی میدونم که دست فروش های خیابون انقلاب تهران هم به خیلی از دوستان قول کتاب رو دادن. حالا دیگه کدومشون بوده و اینا من در جریان نیستم. دو تا سوال پرسیدن که یه سوالش میکنم برای خاتمه و خداحافظی از شما. گفتن که چرا لایو تو صفحه خودتون نمیذارید و
و گفتن کارگاه درباره غزل پست مدرن هم صحبت میکنید یا نه. من این دوتا رو با هم ادغام کنم و از خدمت شما مرخص بشم. من حتما حتما به زودی در همین چند روز آینده یک لایو مفصل در صفحه شخصی خودم هم خواهم داشت، هم به سوالات شما جواب خواهم داد، هم حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه در مورد غزل پست مدرن برای شما صحبت خواهم کرد، مفصل، کامل و هر چی که دستم برمیاد. در مورد کارگاه هم، من کارگاه هم کارگاه غزل پست مدرن نیست، کارگاه ادبیاته، اما به غزل پست مدرن هم به عنوان یکی از ژانرهای حالا امروز شعر فارسی 100% میپردازم حتما و سعی میکنم، حالا نه برنامه اول، چون برنامه ولی توی سوم یا چهارم در واقع کانال تلگرامی در واقع کارگاه در مورد غزل پست مدرن 2-3 تا در واقع فایل صوتی ضبط کنم و خدمت شما ارائه کنم. در مورد تاریخ اون در واقع تاریخ چیزام که پرسیدن، توی کارگاه که شما میتونید کامنت بذارید، هر سوالی که بپرسید، یعنی شما میاین مثلا من 3 تا برنامه میذارم، بعد شما سوال میپرسید که مثلا آقای موسوی مثلا میشه در مورد این کمدی که مثلا گروتسک که صحبت کردید برای ما توضیح بدید که اصلا گروتسک چیه، میتونید مثلا شما 2 تا رمان خوب امروز رو معرفی کنید. من سوال شما رو در فایل صوتی هفته بعد که میذارم اون وقت جواب خواهم داد، یعنی در واقع همه اون سوال های شما رو به صورت درس گفتار و آموزش کامل برای شما ارائه خواهم داد و در واقع اینکه چه تاریخی در کارگاه ارائه میشه خود شما تعیین خواهید کرد، خود شما هر وقت سوال بپرسید جلسه بعدش پاسخگو خواهم بود. در مورد لایوی که در صفحه خودم خواهم داشت، خب من استوری خواهم گذاشت، یه دونه پستم خواهم گذاشت، 24 ساعت قبلش خبر میدم، اما سعی میکنم توی همین شنبه باشه، روز تعطیل ما باشه که من بتونم یه 1 ساعت کامل لایو مفصل در خدمت شما باشم. خیلی ناراحت شدم که امروز نتونستیم در خدمت مهمان عزیز برنامه باشیم. خیلی خوشحال شدم که با شما حرف زدم و باعث افتخار من این حضور و کنار شما بودن. خیلی ناراحتم که از تقریبا 2 هفته بعدی دیگه میریم کانال تلگرام و یه مقدار ارتباطمون دورتر میشه، یعنی حالا حالت زنده و لایوش ابی میره، ولی خوشحالم که خب به علت همین زنده و لایو ابی رفتن دسترسی شما راحت تر میشه، میتونید هر ساعتی که سرعتتون بالاتر دسترسی داشته باشید. مرسی، دوستتون دارم و شبتون بخیر باشه.